در این برنامه با یک اقتصاددان بزرگ آقای دکتر حسن منصور استاد علوم اقتصادی گفتگو میکنیم درباره اوضاع اقتصادی ایران. خدمتشون عرض سلام میکنم در همین آغاز. آقای دکتر سلام بر شما. جناب مرفی عزیز، عرض سلام خود جناب عالی، همکاران عزیز و بیننده محترم برنامه‌تون هر کجای جهان که هستند، خدمتتون هستم. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، درباره این خیزش‌های اخیر نقطه نظرهای متفاوتی ارائه شده. می‌خواستم نظر شما رو هم، گرچه چند روزی از اون گذشته، پرسش کنم. مثلا آیا خیزش های اخیر حامل پیامی به سران اسلامی هست که در حرکت های پیشین نظیرش وجود نداشته؟ جناب مهری عزیز، ملاحظه بفرمایید، تحلیل های بسیار متفاوتی از سوی مسئولان یا اپوزیسیون در این زمینه ارائه شده و نکات بسیار موجهی هم توشه. عرض کنم تحلیل هایی از سوی خود حکومتیان و نظریه پرداز هاشون عنوان شده همه تقریبا در یک مایه هستن، برخی ها با عمق بیشتر و برخی ها فاقد عمق طبق معمول، ولی من به بهترین هاشون اشاره بکنم. عرض بکنم در نظریه های نظریه پردازان جمهوری اسلامی، خب از تمامی این انگیزه ها نام برده شده، یعنی گفته شده که در این خیزش از اصلاح طلبان گذشتند، از دولت تدبیر و امید گذشتند، از رهبری نظام گذشتند، برخی ها از خود نظام هم گذشتند و در این حال گفتند که شرایط انقلابی در کشور حضور نداره، استناد کردن به اینکه برای شرایط انقلابی هم این لازم است که بالایی ها نتونند دیگر حکومت کنند، هم پایینی ها دیگه نخواهند ادامه حکومت رو بپذیرند و هم بدیلی وجود داشته باشه، و بعد گفتند که از بین این سه شرط عرض کنم فقط تقریبا نیمی حاصل است، اون این که بخشی از پایینی ها نمیخواند، بالایی ها هنوز میتونند، بدیلی هم وجود نده. من این بهترین تحلیل رو عنوان کردم خدمتتون که پاسخش عرض بکنم که اوضاع چنین نیست، برای اینکه این تحلیل های خطی و ساده نگرانه به عمق قضیه راه نمیبره. ملاحظه بفرمایید، نظام های این چنینی که ایران تنها نمونش هم نیست، مراحل سگانه ای رو معمولا میگذرونند. در مرحله اول با اتکا به نیروی توده‌ای که تونستن بسیج کنند تمامی موانع رو از سر راهشون برمیدارند، با اشاره ای از سوی رهبری دادگستری محصول 30-40 سال رنج و زحمت دوران مدرنیزاسیون ایران رو از میان بردند، با حرکتی دانشگاه نظام دانشگاهی بزرگ ایران رو منکوب کردند، اساتید رو بیکاره کردند، 3-4 سال در دانشگاه رو برای دانشجویان بستند، همینطور حقوق به دست آمده زنان رو با اشارتی که توده ناآگاه بسیج شده را به خیابون میگفتن و هر روز به بهانه تظاهرات میگذاشتن و اون رو بیعت نام مینهادن تونستن انجام بدن. این مرحله اولش. در مرحله دوم که تقریبا 10 تا 15 سال بعد شروع شد، دوران به اصطلاح مشارکت و اصلاحات بود. در اینجا نیروهایی پدید میاند که از نظام و عملکردش ناراضی اند، در نتیجه صحبت بر سر اصلاح و تقسیم قدرت. طبقات که در این مرحله به میان معمولا طبقات متوسط جامعه هستند که عبارتند از کارمندان، تحصیل کردگان، دانشجویان، فرهنگیان و الاخر. خب این مرحله رو نظام در 1388 از سر گذروند و اینها رو سرکوب کرد، بیرحمانه سرکوب کرد، و بعد میرسیم به جایی که دیگر نظام
در صدد تقسیم قدرت یا اصلاح نیست و از خود توده خودش که قبلا بهش اتکا داشته میترسه. در اینجا از هر گونه تظاهرات وحشت داره، دلش نمیخواد حتی تظاهرات خودی رو را بندازه، برای اینکه نمیتونه بسیج کنه. تظاهرات خودی تبدیل میشوند به اسناد بی‌آبرویی و انزوای انسان. در این مرحله پایین ترین اقشار جامعه به میدان میاد و اینجاست که طبیعی است، اینطوری نیست قضیه تکرار شده یک بار در نمیدونم 76 چنین قضایی پدید اومد، یک بار در 88، یک بار هم در 96. اینطوری نیست، همه اینها مراحل جدیدی از این خیزش لایه‌های متفاوتی رو بسیج میکنه. اینکه پایین ترین لایه ها این بار در جامعه به میدان آمدن معنیش این نیست که لایه های طبقات متوسط خانه نشینن، نه، اونا مترصدند، اونا ناظر قضیه هستند. وقتی حرکت جهت بگیره سیل ها به هم میپیوندن و اعتراضات ده ها میلیونی میشن و کل نظام رو میروبند. ببینید، نظام میتواند 10 بار سرکوب کنه، ولی کافیست یک بار نتونه به هر علتی، در اون صورت خافیه رو باخته است. بونگهی با سرکوب کردن، ملزم فرمید با سرکوب کردن ما مشکل رو به عقب میندازیم و دشوارتر و بزرگتر میکنیم، نه اینکه از بین میبریم. یعنی اگر اون اصلاحاتی که باید انجام بگیره از 5 سال پیش، از 10 سال پیش انجام میگرفت، حتی امروز اگر انجام بگیره راه رو بر انفجار میبنده، ولی اگر در برابرش خشونت به خرج داده بشه، آنچه که از حرکات رهبران نظام دیده میشه، در این صورت انفجار قطعی و گریزناپذیر پیش روی ماست و آینده نظام رو، نه فقط نظام رو بلکه آینده کشور رو تهدید میکنه. من اینجا فقط تمثیلی رو ذکر بکنم و موضوع رو، میدان رو برای شما باز بکنم. ببینید، یکی از شاهکارهای بزرگ عالم ادب و هنر اثر ویلیام شکسپیر مکبث. در اینجا مکبث هوس کرده با کشتن پادشاه خودش تاج بر سر بگذاره، برای که مطمئن نیست بتونه این کارو بکنه، به جادوگران متوسل شده، از اونا پرسیده که آیا سلطنت من دوام خواهد کرد. جادوگران بهش 2 شرط گفتن سلطنت تو بقا خواهد داشت تا زمانی که این جنگل به سوی کاخ تو حرکت بکند. شرط دوم، تو به دست هیچ کس کشته نخواهید شد، به دست هیچ مردی که از زنی زاده شده کشته نخواهید شد. این عبیر میکند که اینا سخن از ابدیت، من تا ابدیت سرکار میمونم. اون داستان حراسناک میگذره، دست به قتل میزنه، ولی بعد از اون مرتب و دستهای خونالود خودش رو که نگاه میکنه و میگه آیا آب 7 دریا این خونها رو از دست من خواهد شست؟ بعد خودش پاسخ میده من فکر میکنم که دستان من آب 7 دریا رو به صورت گلگون در خواهد بود. تا میرسد به روزی که خبر میاد که جنگل حرکت میکنه، از ایوان کاخ نگاه میکنه میگه برای جنگل حرکت میکنه. اونایی که به کاخ حمله میکردن هر کدوم درختی به دست گرفته بودن که خودتون استتار بکنن. به این ترتیب جنگل هر روز میومد جلوتر و در نهایت وقتی این از دیوار کاخ میان میرزن تو، مردی که شمشیر میکشد مکبث رو بکشه، ای از این گرس تو کی هستی؟ فرزندی که هستی؟ میگه که من فرزند هیچ زنی نیستم، منو از بغل زن مادرم اون رو شکافتن، از بغلش در آوردن، به اصطلاح امروز سزارین کرد. این احساس میکنه که 2 شرطی که برای بقای این گفته بودن هر 2 از میان رفته و لحظه مرگ باید ببینه. من فکر میکنم با این حرکتی که در بیش از 70 شهر و قصبه ایران دیده شد، اون جنگل به سوی کاخ حرکت کرده و نظام هم قطعا پیام درست این قضیه رو دریافت کرده است. آقای دکتر منصور، بفرمید که ترکیب اجتماعی این خیزش ها چه تفاوت هایی با جنبش های پیشین داره؟
ببینید به صورت مختصر در خیزش های نخستین ما خیزش دانشجویی داشتیم، خیزش عرض کنم بانوان داریم که به صورت جنبش در اومده، ولی در جریان 88 با عنوان رأی منکو خیزش فرهنگیان، دانشگاهیان و طبقات متوسط جامعه داشتیم. این بار نگاه بفرمایید ترکیب جمعیت، ترکیب جمعیت مال باختگانند، یعنی کسانی که در روز روشن داراییشون که به اشاره بانک مرکزی در این مؤسسات مالی به پس انداز گذاشته شده تا حدود 4000 میلیارد تومان، یعنی متجاوز از 1 میلیارد دلار بالا کشیده شده، با تمام عرض کنم تزویرها و دروغهایی که حتی بانک مرکزی در این زمینه به کار زد. خب این سیل بزرگی است، حدود 5 میلیون نفر از مردم رو به نحوی در بر میگیره، خانواده ها رو. در کنار این شما طبقاتی رو دارید که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه مزد نگرفتن، جوانانی رو دارید که در طول جمهوری اسلامی نخستین کار خودشون رو دریافت نکردن، بچه های 40 ساله ای رو دارید که اونا هنوز از سفره بابا نان میخورن، و در کنار این فساد گسترده بشیار رسیده، در کنار این حیف و میلی که از اموال ملت در از در سطح جهانی انجام میگیره، در نتیجه از یک سو میلیاردها دلار از سرمایه این مملکت در جاهای دیگری در سوریه، در یمن، در لبنان هزینه میشود، از سوی دیگر مردم باید در گور بخوابند، در کارتون بخوابند و سرپناه و نون برای خونه نداشته باشن. به این ترتیب اونایی که در این خیزش شرکت دارن به لایه‌های همون لایه‌های تکیه دارند که در واقع جمهوری اسلامی بر روی دوش اونها به جلو می‌کنه. این در واقع لغ شدن ستون‌های جمهوری اسلامی است. ممنونم از شما آقای دکتر. بفهمید که همه حکومتیان در یک نقطه به هم رسیدن و آن اینکه این حرکت‌های اخیر از سرچشمه دخالت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان آب می‌خوره. آیا واقعاً هیچ کشوری می‌تواند در ده‌ها شهر و قصبه به طور همزمان چنین حرکت‌هایی رو پی در پی سامان بدهد؟ حالا سوال شما پاسخش در درون خودش داره جناب مهری عزیز. ببینید این جدا از این که بی‌حرمتی و ناسزاگویی به ملت عزیز ایرانه که میگن شما آلت دست آمریکا و اسرائیل و موساد و عربستان سعودی شدید، از طرف دیگه اعتراف به این هست که موساد یا عربستان سعودی تونسته حتی تا قلب قصبه ها و روستاهای ایران نفوذ بکنه. کجاست این دستگاه امنیتی کشور که زیر چشم این سپاه از کنم مدعیان ایران توانستن تا قلب روستاها نفوذ بکنن؟ آمریکا با چه وسیله‌ای توانست قصبه ها رو، قحطریجان رو به میدان بکشونه؟ ملاحظه بفرمایید حرفای مزک اهانت آمیزی عنوان کردن مسئولان، برای اینکه دوچار سردرگمی هستن، برای اینکه صمیمیتی توشون دیده نمیشه که اینا اعتراف بکنن که ما مشکل داریم. مشکل ما با خیلی چیز هست. ببینید مشکل ما با یک نظام پر از فساده که در اونجا از صدر تا ذیل گندیده، مشکل ما با هدر رفتن صدها میلیارد دلار ثروت ملی است. مشکل ما این است که تولید در سطح ملی انجام میگیره ولی توزیع اون محصول در سطح امت انجام میگیره. مشکل ما این است که ما از همین بودجه های کشوری سالانه 40,000 طلبه در خارج کشور در ذیل چتر المصطفی از خانم تربیت میکنیم، برای خودشون، بچه هاشون، خانواده هاشون خونه و زندگی و از خانم شهریه تامین میکنیم، در حالی که کارگر ایرانی نمیتونه نون خالی برای بچه های خودش تامین کنه. بحثی که در ایران میگذره بعضی وقتا به صورت واقعا اهانت آمیز
و مسخره در میاد. اینکه دولت میدونید 10 سال خط فقر رو در ایران تعریف نکرده، در حالی که تعریف کردن خط فقر کار نصف روزه. ما قیمت سبد خانوار رو داریم، درآمد هم داریم، میشه با اون سنجید و تعیین کرد که چه کسانی نمیتوانند به سبد خانوار مورد نیاز و اون تراز خانواده ها دست پیدا بکنن. در برابر این دهنهای غیر مسئول باز میشه، یکی میگه که خط فقر فقط در ایران 100,000 تومانه، یکی میگه 1,000,000 تومانه. ملاحظه بفرمایید خط فقر در ایران به صورت جا افتاده در حدود 2.5 تا 3 میلیون تومان برای خانوار 3.5 نفر است و کمتر از اون زندگی نمیچرخه. اینا نمیتونن مایحتاجی که عرض کنم طبق نرمهای جامعه ایران برای هر کسی باید تعلق بگیره، نمیتونن اونو تامین بکنن. مشکل ایران این است، مشکل ایران این است که نام ایران و ایرانی به علت سیاست خارجی ناباب این نظام بدل شده به یک اهانت ناسزا و از این ناسزا شما و بنده هم مبرا نیستیم. ولو که ما 40 سال در کشور خارج بوده باشیم، هر جا که میرید محل تولد ایران، شما مورد سوء زن هستید. این سوء زن که هر ایرانی رو به صورت بالقوه تروریست بشناسن، ولو که به عنوان پروفسور دعوتنامه دستش دادن اونجا در مرزها نگرش دارن کنترل بکنن، این اهانت به ایرانی، به شأن ایرانی، این بی‌حرمتی به پاسپورت ایرانی که به اندازه یک ورق پاره ارزش نداره، اینا مسائل ایرانی. مسئله ایران این است که دختران نجیب و زیبای ایرانی برای کشور در کشورهای عربی مورد معامله قرار میگیرن. مسئله ایران در این مایه هاست و یکی دوتا نیست. حالا اگر نظام قصد اصلاح داشته باشه، اونجا میاد به برخی از اینا اقلا اعتراف میکنه و برنامه ارائه میکنه که میخوام چیکاری بکنن، نه اینکه منکر بشود و بگوید این مشکل ها را عربستان سعودی و موساد و آمریکا ایجاد کرده است. آقای دکتر منصور، آیا جمهوری اسلامی دست کم در درون خودش، در اندرونه نظام، درس‌های لازم رو از این خیزش گسترده پی در پی گرفته؟ ببینید این سوال شما جالبه. یعنی ببینیم نظام که برای بیرون مدعی هست که این خیزش نبوده، از کنم خیزش مردمی نبوده، بلکه تحریک بیرونی هاست و بعضی از مرز گذاشتن اومده این کار کردن، اون وقت رهبر خودش اینا رو چند صد نفر اعلام میکنه، رئیس سپاه پاسداران اینا رو 15,000 نفر اعلام میکنه، وزیر کشور اینا رو 42,000 نفر اعلام میکنه و در نهایت تا 65,000 نفر تخمین میزنن. ملاحظه بفرمید در این سردرگمی خب میخوان قضیه رو تقلیل بدن به اینکه مقوله صرفا معیشتی است. خب معیشت خودش مسئله کمی نیست و یکی از ابعاد وسیع قضیه قطعا معیشتی است، ولی مسئله صرفا معیشتی نیست. شما در این شعارهای مردم دیدید که اصل نظام حکومت روحانیت، حکومت دینی تحت سوال رفته و به صورت جدی. بازی هایی که نظام داره به نام اصلاح طلب اصولگرا، اون مسئله زیر سوال رفته. و مسئله این است که آیا در درون اینا برای خود تحلیل میکنن؟ قطعا ببینید دولت بعد از اون طرحی رو عنوان کرده در دولت، درون دولتی ها مطرح است که خب این مشکل از معیشت، در نتیجه باید بهش رسید، اصلاح باید انجام بده. خب این درسته، خیلی اصلاحات باید انجام بگیره، ولی اهرم اصلاحی دولت بودجه دولته. شما کافیست به بودجه نگاه بکنید، این بودجه، بودجه بسیار بسیار جای انتقادی است، بودجه بسیار بسیار خرابی است. شما علارغم تمام این داد و قالی که بلند شده، دولت چه تغییری در بودجه خواهد داد؟ دولت یکی دو بود تغییری در بودجه خواهد داد. نخست اینکه بحث در بودجه رو تبدیل کرده به امر محرمانه، یعنی پشت درهای بسته در مجلس بحث میکنن برای اینکه ایرادهای بودجه بیش از این هویدا نشود. دوم اینکه
دولت به اصلاحاتی که میخواست دست بزنه از اونا عقب نشینی خواهد کرد. یعنی دولت میخواست یارانه ها رو تصحیح کنه، الان ناگزیر تن به این خواهد داد که علارغم کسری شدید بودجه یارانه ها رو کم نکنه، یعنی اقدام ضد اصلاحی انجام خواهد داد. دولت میخواست برخی از مؤسسات مالی رو تصحیح کنه، به ردیف مؤسسات بانکی در بیاره. در اون زمینه هم چون اونا در این اغتشاشات خراسان دست داشتن، کوتاه خواهد اومد و عقب خواهد نشست، دست به ترکیب اونا آنچنان نخواهد بود. ولی اون ارقام ریخت و باشه که در بودجه وجود داره، یعنی به 37 مؤسسه به نام اسلام و دین بودجه اختصاص داده شد، در حالی که هیچ وقت دین از رهگذر بودجه داره نمی شده. مردم رد مظالم می دادن، خمس می دادن، زکات می دادن، عرض کنم از اون طریق بود که اداره می شدن. ولی اینا همه در بودجه ردیف پیدا کردن. حدود 37 دستگاه از بودجه دولتی ردیف دارند و بودجه می گیرند. شخصیت هایی مثل ناصر مکارم شیرازی، شخصیت هایی مثل از کنم خیلی از این مصباح یزدی و دیگران، هر کدوم صدها میلیارد تومان درآمد از اونجا دریافت میکنن و هزینه میکنن برای چه؟ برای چاپ آثار امام. این نوع بهانه ها و در واقع اینا ریخت و پاش وسیعی که در کشور دولت در این زمین ها دستش به جایی نخواهد رسید و کاری نخواهد کرد. اون وقت دولت دست نخواهد توانست دست سپاه رو از اقتصاد کشور کوتاه کنه، این کار هم نخواهد. به این ترتیب آیا دستگاه در مجموع در سلطه گرفته؟ آیا جلوی فساد گرفته خواهد شد؟ سوال بسیار روشنه. ببینید احمدی نژاد یکی از فاسدترین شخصیت های جمهوری اسلامی، کشور رو واقعا در معرض ویرانی قرار داد. ولی این آدم فکر میکنم در حدود 29 رقم ایراد گرفته در اون نامه های سرگشادهش به صورت حسین. یکی از اینا فقط این است که رئیس قوه قضاییه ماهانه متجاوز از 50 میلیارد تومان از بهره پولهای مردم که در دادگستری ضبط شدن به حساب خودش میریزد در 63 حساب، از اونها استفاده میکنن. خب جواب این حرف چیه؟ جوابش این است که بگیم این آدم دروغگوست؟ جواب این آدم این است که بگیم این آدم فاسده باید تعقیب بشه؟ نه، جواب باید آیا این درست هست یا درست نیست. خود آقای رئیس قوه قضاییه پاسخ داده است که من این کار رو با تجویز و اجازه رهبر انجام میدم. خب پس به جا میمونه فسادهای بسیار رسیده ای که به همون جرائم تا کنون ده ها و صدها نفر اعدام شدن. من یادم اولین اعدامی که در جمهوری اسلامی انجام گرفت، خبرش که دوستان من هنوز در خارج بودم، تلفن کرد به من گفت امروز کسی رو به اتهام عمل شنیع لواط اعدام کردن. بعد اضافه کرد اگه قرار باشه با این اتهام کسی رو اعدام کنند از روحانیت تعداد کمی باقی خواهند بود. خب ببینید الان شخصیتی که به این اتهام اعتراف کرده در دادگستری پرونده داره، متجاوز از ده ها فقره، ولی چون بند نافش بند به بیت رهبری است از هر گونه تعقیبی معاف شده. حتی کسانی که سخن اون رو بر زبان آوردن خواستن تعقیب کنن از کار برکنار شدن. ملاحظه بفرمایید آیا این نظام قصد برخورد با فساد رو داره؟ انواع گوناگون فساد به نظر نمیرسه. باید دید که واقعا دولت و حاکمیت در مجموع چه درسهای سرنوشت سازی از این حرکت میتوانه بگیره و آیا توان اصلاح خودشو داره یا نداره. آقای دکتر، باز در همین زمینه و به عنوان آخرین پرسش، آینده این نظام رو چگونه میبینید در پرتو این رویدادها؟ بستگی داره. ببینید آینده نظام ها رو فقط معترضین، انقلاب کنندگان، اپوزیسیون رقم نمیزنه جناب مفید، بلکه شعور رهبری، حاکمیت،
تعیین کننده است. یعنی اونان که تعیین میکنند این مشکلات بزرگ از طریق به هم ریختن کل جامعه و خون و خون ریزی حل بشود، یا اینکه راه اصلاح و رفرم باز است و میشود به صورت گام به گام اینا رو تصحیح کرد. یعنی ببینید، اگر واقعا در این زمینه آگاهی وجود میداشت، هر عقل متعارفی میتواند حکم کند که نخستین قدم باید این باشه که رهبری از اون 90 و چند میلیارد دلاری که روش نشسته اون رو به دولت واگذار کنه، بگه اینا در اختیار دولت به مسائل مردم برسه. در سیاست خارجی ایران که سیاستی ضد ملی و فلج کننده اقتصاد مملکت و تحمیل کننده تحریم های گزاف به ملت ایران، یعنی دخالت خرابکارانه، حمایت بی قید و شرط از یک جانی تاریخی ضد بشریت نظیر اسد از اون دست برداره، و تحریکات بزرگی که به دست حزب الله اینجا اونجا انجام میده اینا رو خلاف بکنه. ولی آیا این کارها رو انجام خواهد داد؟ باید منتظر باشیم. اگر انجام بگیره، راه اصلاح گام به گام و مدنی گشاده میشه، باز میشه. اگر این کار را نکنه، ناگزیر جامعه بسته‌تر و هر بار نیروها عمقی‌تر و عمقی‌تر تا به انفجاری برسد که اونجا نه تاک میماند و نه تاک نشان. اینا حتی اگر کوچکترین احساس مسئولیت بکنن، هم برای حفظ خودشون، هم برای اینکه این مملکت رو به ویرانی و انفجار نکشونن، راه رفرم رو باز میکردن. ممنونم آقای دکتر. هفته پیش آقای دکتر جهانگیر آموزگار فوت کردند، یکی از اقتصاددانهای بزرگ که از او به عنوان ناظر همیشه بیدار اقتصاد ایران یاد کردند. شما نظرتون در باب ایشون چیه؟ والا هیچ از کلام اقتصاددانی، به ویژه این که بنده افتخار آشنایی حضوری هم با ایشون داشتم، نمیتونه جز این نظر داشته باشه که ایشون یکی از گنجینه های اندیشه اقتصادی و مالی ایران بودند. ایشون از اعتبار بین المللی برخوردار بودند، سوابقش نیاز به ذکر نیست. شخصیتی بسیار بسیار متعادل، بسیار ایران دوست، بسیار درستکار و بسیار مؤدب، یعنی مجسمه فرهنگ و تمدن، یه هم شخصیت بود. عرض کنم من از نوشته هاشون همیشه استفاده بردم. آدمی بود در درون نظام مالی جهانی رشد کرده و به رشد اون کمک کرده. آدمی که شرایط توسعه در شرایط دوگانه رو که مورد ایران بود به صورت کتاب درآورده، سالها پیش که ما در دوران دانشجویی کتابش رو خوندیم. یه هم شخصیت بزرگی. در نتیجه فقدان ایشون واقعاً یک ضایعه بزرگ به عالم فرهیختگان ایرانی و جای تسلیت برای همه ملت عزیز ایران وجود داره که شخصیت بزرگی رو که متعلق به ایران بود و عاشق ایران بود اینو از دست دادیم. به این ترتیب فقدان ایشون جبران ناپذیر. آقای دکتر، به گفته یکی از نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی، یکی از مدیران وزارت نفت که متهم به 100 میلیارد تومان اختلاس بوده، سه ساعت بعد از اینکه احضارش کردن از ایران گریخته. درست. نظرتون چیه در باب این اختلاس ها؟ چه آسون دارن همجور ارقام نجومی فراتر از نجومی رو برمی دارن فرار میکنن؟ جناب مورد، میدونید نه اولینه و نه با این نظام آخرینش خواهد بود. خیلی از اینا هنوز اسامیشون در نامه دل خواهد آمد و دوباره خواهیم دید. و مسئله این است که آیا اولا چگونه این رقم به این بزرگی اختلاس ممکن بوده؟ طبیعی است کار یک شب نیست، کار زمینه سازی چند ساله. چگونه در این چند سال دم و دستگاه ناظر به این کار وزارتخونه متوجه نشده؟ وانگهی وقتی که متوجه شده، اینا یک آدم رو عرض کنم به جرم
به اتهام کوچکترین انحرافا بدون اعلام، بدون حکم دادگاه از کنم دستگیر میکنن، میبرن اونجور. چطوری شده که به این آدم هشدار میدن که از کشور فرار کنین، اون وقت راه فرارش هم باز میگذرن؟ اینا من میبرن در کانادا جا خوش میکنن. قبل ازشون جزیه 3 میلیارد دلاری بود که رهبر فرمودن کشش ندید. عرض کنم نظایر دزدی ها که مقیاسش الان دیگه از 100 میلیارد تومان با این در نمیاد، گسترده تر و بزرگتر شده. تصور این که اینا بدون همکاری دستگاه، عرض کنم، امنیتی مملکت، دستگاه ناظر مملکت این کار میکنن و میتونن به سادگی مملکت در برن، از هر گونه عقل سلیمه بدون. های دکتر منصور، در ارتباط با اقتصاد جمهوری اسلامی بفرمایید چه چالش هایی وجود داره و چه چالش هایی رو رژیم جمهوری اسلامی یا به حال مشاوران اقتصادیش بیان میکنند؟ عرض بکنم که ببینید اقتصاد ایران چالش های متعدد داره، بس اینکه در کدوم سطح اینها رو میبینیم. مثلا ببینید مشکل بانک های ایران یه چالش بزرگ. تا این بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی تأمین نشه، ما با انفجار نقدینگی در کشور روبرو خواهیم بود و این قیمت ها رو به شدت متلاطم خواهد کرد به زیان مردم، به زیان نظام پولی کشور. مشکل صندوق های بازنشستگی ورشکسته که در دوران احمدی نژاد پول اینا بالا کشیده شده و دولت متجاوز از 80,000 میلیارد تومان بدهکار این صندوق هاست. اینا بازنشستگی مردمه، حقوق بازنشستگی که از حقوق هر کارمندی کم میشه اونجا ریخته میشه، اینا رو دولت بالا کشیده در زمان احمدی نژاد. دولت بدهکاره، این در حالت بحرانه و اینا نمیتونن حقوق بازنشستگان رو بپردازن. بحران مؤسسات مالی شبه بانکی نظیر مؤسسه کاسپیان، سامن العامه و نظایر اینها که اینها هزاران میلیارد تومان از پس انداز مردم بالا کشیدن، یکی از بحران های بزرگ. اینا مسائلی است در حد عرض کنم اختیارات دولت، ولی مسائل است که لزوما در حد اختیارات دولت نیست، اینا بزرگتره. یعنی مسئله فساد در نظام اجتماعی ایران که از صدر تا ذیل و اذکر هم گرفته، این چالش بسیار بزرگتره. شما یک نمونه پیدا نمی کنید که کشوری در شرایط فساد آنچنانی بتونه به توسعه دست پیدا بکنه. تبعیض، تبعیضی که از قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع شده، در اونجا ما 7 نوع انسان رو تعریف کردیم که حقوقشون با هم برابر نیست، حقوق زن و مرد با هم برابر نیست، مسلمان غیر مسلمان با هم برابر نیست، عرض کنم مذاهب دیگر با ایرانی برابر نیست، برخی از مذاهب در برسمیت شناخته نشدن، مثلا بهایی اصلا داخل جمعیت شمرده نمیشن. اینه عرض کنم، حتی در درون شیعه همه شیعه ها قابل قبول نیستن، شیعه های ولایی قابل قبول نظامن، تازه همه شیعه های ولایی هم قابل قبول نیستن، بلکه اونها قابل قبولن که در عمل التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشن. ملاحظه بفرمایید. خب در یک نظام تبعیض‌آمیز اینچنانی که خودی و غیر خودی رسما وارد قاموس نظام شده، مسائل بسیار بنیادی است و اینا اصلا سخن از توسعه در میان نیست. فضای ضد توسعه است. من در نوشته‌ای که از کلام آیه در آینده نزدیک چاپ میشه در شما در راهبر در میاد، اونجا مشخصات فضای توسعه را ذکر کردم. فضای توسعه که من در درون بسیاری از کشورهای در حال توسعه زندگی کردم. ببینید در ایران در دوران پهلوی دوم به ویژه بعد از دهه 40 ما فضای توسعه داشتیم، یعنی بدو بدو برای پول درآوردن بود، امید بود، هر کسی فکر میکرد که آینده فرداش بهتر از امروزه و انتظار داشت خیلی بهتر از امروز بشه. جوانان امیدوار بودن به خودشون، با آیندهشون، به کلاسشون، به شغل پیدا کردنشون. دانشگاه رو تموم نکرده شغل پیدا میکردن.
در جمع میتونستن ازدواج کنن، صاحب خانه باشن. هرگز خونه در تهران بر خودش برای خانواده دو نفره سه نفری خونه داشته باشه، یه پیکان هم بخره. ببینید جامعه پر از نشاط. شما از ساعت 7 به بعد از تهران میمد بیرون، رستوران ها، کافه ها، کابر ها پر و زندگی مردم با شادی و لبخند هم بود. این فضا من نظیر این را در ده ها کشور تجربه کردم. من همین پارسال در سنگاپور بودم. ببینید جامعه است که شما شب و روز در اونجا سازندگی رو میبینید. من بارها نصف شب از هتلم بیرون اومدم و رفتم شهر رو گشتم. کار ساختمانی قطع شدنی نیست. جوانان همه امیدوارن به شغلشون، به آیندهشون، به اینکه زندگیشون بهتر از امروز، که امروزش هم خیلی خوبه، بهتر از امروز خواهد. این جامعه، جامعه شیون و بسرکوفتن و عرض کنم زاری کردن نیست، جامعه امیده، پر از فعالیته. جامعه که در اونجا کار شرف داره، کار نکردن و انگل بودن عیبه، دروغ عید شمرده میشه، راستی و پیشرفت نمره میگیره. در نتیجه شما قهرمانان و مدل ها رو از میان تولید کنندگان، دانشمندان، مبتکران و مخترعان دارید، نه روزخانان و گورکنان. عنایت بفرمایید. در نتیجه تفاوت از زمین تا آسمان است بین فضای توسعه و فضای ضد توسعه. کشور ایران سالهاست در فضای ضد توسعه قرار گرفته. حتی اگر در اونجا ما عناصر توسعه ساز رو در اون داریم داشته باشیم، که داریم، نیروهای کاردان داریم، متخصص داریم، دانشمند داریم، فنان تکنولوژ داریم، ولی در اون فضای ضد توسعه همه اینها فلج‌شوند است. آقای دکتر، درباره 90 میلیارد دلار که از آن آقای خامنه ای صحبت کردید، این پولا چگونه به دست ایشون رسیده؟ ببینید، اول یه نکته رو ناگزیرم توضیح بدم. وقتی که این قضایا مطرح میشه، آقایون میگویند که این مال ایشان نیست، بلکه مدیریتش زیر نظر ایشون. ما در اقتصاد این بحث رو داریم، مدیریت و مالکیت. شما عنایت بفرمایید، هیچ مالکی ملک خودش رو به گور خودش نمیبره. هر مالکی مدیره، فقط هر مالکی فقط مدیره، تصمیم میگیرد که این از کجا بیاد، به کجا بره، کجا سرمایه گذاری بشه، چگونه اداره بشه. و وقتی مالکه، بعد از اون به خودی ها واگذار میکنه. در نتیجه این مقوله مالکیت و مدیریت باید حل بشه. این که بگیم که نه به شخص خودشون، البته خیلی از این چیزا مال شخص خودشونه، ولی از این بگذاریم که حتی اگر مال شخص خودشون نباشه، اختیار سرمایه گذاری که درآمدها چگونه از چه راهی حاصل میشه و کجا مصرف میشود با تصمیم ایشون بستگی داره. ولی اینکه چگونه پدید اومد، آغازش به اصطلاح مصادره انقلابی بنیاد پهلوی بود و مصادره انقلابی سرمایه داران بزرگی که از ایران فرار کرده بودن و از انقلاب، همه اینها رو به قبضه مؤسسات درآمد، بنیاد مستضعفان پدید اومد و بعد ستاد فرمان اجرایی امام پدید اومد. این 95 میلیارد دلاری که مؤسسه رویترز مطالعه کرده و گزارش کرده، فقط و فقط مال ستاد اجرایی فرمان امامه، نه اونای دیگه. اونای دیگه رو وارد کنید، از چند صد میلیارد دلار فراتر میره. به این ترتیب ما در ایران با یک کارتل بزرگی روبرو هستیم که در اونجا به تخمین، چون هیچ اقتصاددانی دسترس به این ارقام دقیق نداره، به تخمین بیش از 40% تولید ملی در اختیار رهبری و نهادهای زیرنظریشونه و بقیه هم خواه و ناخواه تحت تاثیر نیروی این کارتل های بزرگ عمل میکنن. به این ترتیب اقتصادی است به شدت از کنم نامتوازن و قدرت ناشی از اون به شدت نامتوازن، به طوری که اینم تخمین صائبی است که در ایران در حدود 40% از مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و
اونایی که بالای نظام نشستن ثروتمندان عرض کنم رویایی هن. این نکته رو بنده در چند جا نوشتم اینجا عرض بکنم. ببینید آقای امارتیا سن اقتصاددان هندی الاصل بریتانیا که من شخصا هم میشناسم ایشون عرض کنم جایزه نوبل رو فکر کنم در 1998 جایزه نوبلشون دادن در علم اقتصاد. موضوع این که جایزه نوبل بهشون دادن کشف بزرگی بود و اون این بود که قحطی بزرگ بنگال در هندوستان 3.5 میلیون نفر از گرسنگی مردند ناشی از فقر تولید نبود، ناشی از خشکسالی نبود، ناشی از این بود که توسعه‌ای که شروع شده بود در اونجا این اقلیتی از مردم رو وارد نظام بازار مدرن کرد، اکثریتی رو در بیرون بازار گذاشت، به طوری که اگر شما فقط 10% از مردم داشته باشید که بتونن به هر قیمتی کالاهای موجود خرید کنند اون نظام میچرخه، ولی اون 90%ی که وارد نظام بازار نیشن به عنوان حاملان تقاضا وارد بازار نمیشن، بلکه به عنوان محتاجان بدون قدرت خرید بیرون بازار میمونن. در نتیجه در ضمن این که ثروت در جامعه میجوشه به کسانی صدها برابر نیاز خود درآمد دارند، 3.5 میلیون نفر گرسنگی تلف شدن در اون جامعه و من نگرانیم این است که ایران گام به گام با این رهبری انعطاف ناپذیر که تن به رفرم نمیده گام به گام در جهت ایجاد بحران بنگالی در ایران حرکت میکنند. آقای دکتر 4-5 دقیقه وقت داریم، میخواستم درباره اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس اطلاعاتی به ما بدهید. این مجمع از کی شروع کرده؟ هدفش چیه؟ و چرا همه رهبران جهان در تاریخ تشکیل این مجمع در اونجا حاضرن؟ جناب مهری این تاریخش از دهه 70 شروع میشه، یعنی امروز تقریبا به 45-50 سال عمرش نزدیک میشه. وقتی آغاز شد به این بزرگی نبود، رفته رفته جا افتاده تبدیل شده به یک نهاد بزرگ. امسال متجاوز از 70 رهبر جهانی در اونجا حضور دارن، حدود 900 رهبر کارآفرین سرمایه گذار در اونجا حضور دارن و متفکران و استادان متعددی در اونجا حاضرن که اندیشه های خودشون رو اعلام میکنن. عرض کنم خوشبختانه چندین گزارش مثبت تا کنون ارائه شده، از جمله گزارش که از سوی صندوق بین الملل پول خانم کریستین لگارد اعلام شد بسیار امیدبخش و مؤثر بود. ایشون ارزیابی صندوق رو از وضعیت اقتصادی جهان اعلام کردن که رشد جهان به طور متوسط امسال به 4% میرسه، یعنی جهان در حالت رونق به سر میبره، مشکلات وجود داره، مشکلات ساختاری وجود داره، تهدیدها وجود داره، علارغم اینکه اقتصاد جهان در حالت رشد به سر میبره. تهدیدهایی که در این رشد رو عرض کنم به چالش میکشه عبارتند این که از یک سو جریان محافظه‌کاری در تجارت جهانی که در واقع به حمایتگری پروتکشنیسم ممکنه بیانجامه از سوی آقای ترامپ و از سوی برگزیت بریتانیا تهدید میکنند اقتصاد رو، و در این زمینه آقای ترامپ سوار موجی است که از سخنرانی که خلاصش منتشر شده اصلش رو یک شنبه ایراد خواهند گردن پس فردا خواهیم دید، ولی مضامینش در دسته. اقدامایی که عملا دیگه هفته گذشته انجام دادن، یعنی بستن تعرفه 50% به ماشین های لباسشویی کره جنوبی، بستن تعرفه 50% روی پنل های آفتابی، یعنی اونایی که از گرفتن انرژی آفتاب تبدیل میکنن به انرژی و نیرو، بستن تعرفه اونها تعرفه 50%، این آغاز
یک جنگ تجاری خطرناک و مخربه. یعنی فعلا ایشون احساس شادی میکند که انگار کرده برای اینکه به جای آنکه ماشین لباسشویی رو از کره جنوبی وارد بکنند، آمریکایی‌ها میتونن در داخل تولید کنند و اونجا ایجاد اشتغال بشه. ولی توجه نکردن به این نکته که وقتی کره جنوبی و چین دست به ریتالیشن یا اقدام متقابل بزنن، کدوم بخش از مشاغل آمریکا خواهد ریخت، ریزش خواهد کرد، اینها را باید دید. در نتیجه ببینید دنیا ترید وور رو، جنگ تجاری رو تجربه کرده. جنگ تجاری مثل هر جنگی به شکست و صدمه دیدن هر دو طرف می انجامه. وارد شدن در اینجا خطر بزرگی اقتصاد جهان رو تهدید میکنه. خلاصه کلام این که داووس مجمعی است که در اون پلتفرم مسائل اقتصاد جهان عنوان میشه، نوآوری هایی در اقتصاد جهان شکوفه میزنه، اینا رو پلتفرم میان، سرمایه گذارها امکانات رو میبینن در سطح جهانی و تصمیم میرن کجاها میشه و سرمایه گذاری کرد، ایجاد روش کرد. به این ترتیب کار بسیار بزرگی است و مال این جلسه امسال امید بخشتر، علی‌رغم تهدیدهای جدی. ولی امید این که رشد جهانی، از کردم این نکته رو اضافه کنم، رشد جهانی رو برای حدود 4% ارزیابی کردن و گفتن بریتانیا به علت برگزیت از رشدی بالاتر از 1.5% برخوردار نخواهد شد، که عملا برای بریتانیا حدود 70 تا 80 میلیارد پوند باخت در این زیه نهفته است. به این ترتیب اینا به شدت تکون میخورن و من هنوز امیدوارم که این داستان برگزیت به انجام نخواهد رسید و در این مدت 1 سال آینده به احتمال بسیار قوی به شکل دیگری در خواهد آمد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از شما آقای دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه در انگلستان. آقای دکتر تا گفتگوی دیگری ممنونم ازتون. سپاسگزارم جناب مولوی عزیز. خیلی ممنونم. قربان شما. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر و هم میهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. شب و روزتون خوش.